بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآب جناب استاد محمد سرور دانش، جناب معین صاحب آقای مهجور، معین صاحب خانم متین، همکاران بین المللی ما در وزارت معارف، اساتید بسیار بسیار فرهیخته، نمایندگان ملت افغانستان، خانم هنریار و همه حضار حاضر در مجلس، سلام و پیش از چاشت همه شما بخیر. من فقط اینجا استادم که به نمایندگی از خانواده بزرگ تعلیم و تربیت از حضور همه شما سپاسگزاری بکنم، به دلیلی که علی‌رغم همه مصروفیت‌ها و مشاغلی که شما دارین، باز هم دعوت ما را پذیرفتین، تشریف آوردین و از نظریاتتان ما را مستفید می‌سازین. گپ‌های بسیار بسیار خوب و رهنمودهای بسیار عالی گفته شد و من امیدوار هستم که در دو روز آینده هم انشاءالله از حضور و از دانش شما استفاده خوب خواهد کردیم. در این قسمت صحبت من نمی کنم، صحبت از شما خواهد شنیدیم. تشکر می کنم از جناب استاد با رهنمود بسیار خوب، جامع و کاملشان مسائل بسیار اساسی و مسیر بسیار اساسی را برای ما نشان دادن و من امیدوار هستم که همکاران ما در بخش نصاب از این رهنمودها استفاده بسیار خوبه برای توسعه چارچوب نصاب تعلیمی خواهد کردن. از جناب معین صاحب مهجور هم تشکر میکنم به خاطر اعلان همکاری که با ما کردن و باور ما هم در معارف ایست که نصاب مستلزم همکاری نهادهای مربوط هست و وزارت معارف افغانستان و همکاری وزارت محترم تحصیلات عالی، بخش تکنیکی و مسلکی، وزارت محترم حج و اوقاف و همه ادارات مربوطه در داخل و بیرون حکومت انشاءالله که این نصاب تعلیمی را تقدیم جامعه و معارف خواهد کردیم. عوامل اساسی و کلیدی که باعث متاسفانه مشکلات در کیفیت تعلیمی شده را جناب استاد بسیار خوب بیان کردند و ما هم در وزارت معارف بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که در کنار عوامل امنیتی و اقتصادی و فرهنگی، متاسفانه نصاب تعلیمی بسیار ضعیف باعث شده که ما به او شاخصها و اهداف تعیین شده‌ای که در نظام تعلیمی و معارف ما داریم نرسیم و به عنوان یک اولویت و به عنوان یک مسئله بسیار مهم در سند دهه معارف که ما باور داریم در یک دهه میتونیم تمامی چالش های موجود را حل بسازیم، نصاب تعلیمی را در اولویت و در رأس شاخص های تعلیمی و تربیتی قرار دادیم. یک قسمتی از کارها در درون وزارت معارف افغانستان انجام شد. همکاران ما در ریاست نصاب و همکاران انکشافی ما در کنار هم دیگر مطالعات مقایسه‌ای و چارچوب کلان نصاب تعلیمی را ترتیب کردند که ما هر هفته به صورت دوامدار جلسات تکنیکی داشتیم و با همدیگر جر و بحث می‌کردیم و تقریبا ترتیب چارچوب نصاب تعلیمی فعلی نتیجه جر و بحث‌های است جناب استاد که هر کسی از این دوستا که در اونجا تشریف داشتند در سطح مساوی و اندوخته های خودشان را شریک می ساختند و بالاخره در آخر امر به یک نتیجه‌ای که ما می رسیدیم. منتها
وقت نصاب تعلیمی برای همه شهروندان افغانستان هست و همه اطفال افغانستان هست، ما ضرور دانستیم که این نصاب در داخل نهاد وزارت معارف نهایی نشود. تجربه های گذشته هم نشان داده که محدود کردن انکشاف نصاب تعلیمی در داخل وزارت معارف یک تجربه خوبی نیست و به همین دلیل ما خواستیم که به سوالای کلیدی که پاسخ نیافتیم یا نخواستیم پاسخهای تعریف شده و تعیین شده ارائه بکنیم، بیاییم در خدمت مردم افغانستان چارچوب نصاب تعلیمی را قرار بدیم و از تجربیات و اندوخته های شما استفاده بکنیم. باور ما هم ایست که در بیرون از وزارت معارف افغانستان هم ظرفیت های بسیار بسیار خوبی وجود داره که در امر توسعه چارچوب نصاب تعلیمی ما را کمک خوبتر میتونه و در آخر امر هم آسیب پذیری هایی که ما داشتیم در گذشته ای کمتر میشه و ما یک نصاب قابل قبول در معارف افغانستان تطبیق خواهد کردیم. سوالات مطرح شد برای ما ای که آیا مضامین را ما ادغام بسازیم یا نه. طور مثال دوستان مطرح کردند که آیا مضمون هنر در دوره ابتدایی لازم هست به عنوان یک کتاب جداگانه تدریس شوه یا در ادبیات فارسی و پشتو ادغام شوه و بعد در دوره های متوسطه و لیسه به عنوان مضامین جداگانه تدریس شوه. آیا کمپیوتر که یکی از عوامل بسیار مهم توسعه یک کشور و بخصوص نظام تعلیمی هست از صنف اول آغاز شوه یا از صنف‌های بعدی و دوره‌های بعدی؟ زبان‌های سوم چگونه باید رویش کار صورت بگیره؟ آیا دوره ابتدایی همه با زبان‌های دیگری افغانستان تدریس شود و بعداً وارد زبان‌های رسمی شود یا ای که از آغاز یک مضمون تدریس شود و متباقی مضامین به زبان‌های رسمی؟ آیا رشته بندی در دوره لیسه لازم هست یا نه؟ کمک میکنه که ما دوره لیسه را رشته بندی بکنیم به علوم اجتماعی، بخش مسلکی و علوم ساینسی یا ای که به صورت امروزی عمومی بخوانیم؟ و به امی شکل تمام سوالات دیگه که من فکر میکنم 8 سوال بسیار مهم پالیسی ما داشتیم که نخواستیم فقط در وزارت معارف را حل بسازیم و بعد همه مردم افغانستان در برابر یک کار انجام شده قرار بدیم و در عین زمان همه سوالات را پاسخش در جمع ریاست نصاب وزارت معارف وجود نداشت. ما تا او اندازه که ممکن بود مطالعات ما را روی نصاب کشورهای دیگر انجام دادیم، مسیرهای بین المللی را مطالعه کردیم و مدل‌های موفق را هم روی میز گذاشتیم، اما هنوز هم فکر کردیم که پاسخ درست و دقیق در این مسائل که انجام شده وجود ندارد. به دلیل از اینکه افغانستان در یک شرایط منحصر به خودش هست و ما هر امری را که می‌خواهیم تطبیق بکنیم در افغانستان مستلزمی عزیز که مبانی در واقع بالقوه خود ما را در داخل افغانستان تشخیص بدیم و بعد بر مبنای از او بخواهیم عمل بکنیم. کشورهای پیشرفته، کشورهای مدرن درست است که الگوهای بسیار خوبی هستند ولی تفاوت دارند با ما و گاهی اوقات اگر منابع بالقوه و بالفعل موجود خود ما را، چیزی که استاد هم اشاره بسیار خوبی کردن، ادبیات فاخری که ما در زبانهای افغانستان داریم، ای در واقع یکی از ظرفیت‌های بالقوه است که ممکن در بسیاری از کشورهایی که الگوهای خوب تعلیمی هستند وجود نداشته باشه. میگن بهترین نصاب تعلیمی را فنلند داره
ولی فنلند ادبیات فاخری که ما داریم نداره. به امو اساس ما هم خوبی های اونا را استفاده میکنیم، هم خوبی های خود ما را در واقع میخواهیم که بکار بگیریم تا ما در واقع خوبتر از دیگران انشاءالله در آخر دهه معارف شویم. به همین دلیل آرزو دارم، امیدوار هستم و تقاضا میکنم از همه شما حضار گرامی که در پنل های بعدی حاضر باشین و از دانش و تجربه تان ما را مستفید بسازین که حداقل در آخر ای سمپوزیمی که ما برگزار کردیم به سوالات پالیسی و اساسی که ما را راهنمایی میکنه برسیم به جوابش. و بعد مطمئن هستم همونطور که خانم متین هم اشاره کردن ای پروسه مشارکت و مشوره گیری برای همیش ادامه خواهد داشت و باور ما ایست که نصاب یک پروسه تکوینی هست و همیشه نیاز به مشورت های بسیار خوب داره. ما در فرصت های مختلف از حضور شما استفاده مؤثر خواهد کردیم و نظریات شما دوستان را و همه دوستان دیگی که در بیرون از کابل و بیرون از افغانستان تشریف دارند ما از طریق شبکه های اجتماعی دریافت میکنیم و در عین زمان در انکشاف پروسه نصاب تعلیمی از این نظریات هم استفاده خواهد کردیم. یک بار دیگر تشکر میکنم از جناب استاد گرانقدر ما، از معین صاحب مهجور، از همه شمایی که تشریف آوردین و با امید از این که انشاءالله یک نصاب بسیار بسیار خوبی را ما بتانیم در معارف افغانستان ترتیب بکنیم و از طریق یک نصاب تعلیمی خوب یک تعلیم با کیفیت و تربیت بسیار خوبی را برای فرزندان ما تقدیم بکنیم. سپاسگزار هستم از همه شما و روز همه تان بخیر.